مهندس زیا مجید اصائق رئیس بخش مهندسی آستان مقدس عباسی از آغاز پروژه تلاکاری و کاشیکاری گنبد مقام حضرت صاحب از زمان الله تالا فرجا و شریف با استفاده از دانش روز مهندسی همراه با حفظ اصول اسلامی خبر داد او در این باره گفت کادر مهندسی و فنی وابسته به آستان مقدس عباسی کادری با تجربه در امر ترمیم، تعمیر، اجرای روکش های برای گمبت و گلدسته ها، هستند و پروژه هایی به اتمام رسیده ما مانند تلاکاری گلدسته های آستان مقدس عباسی و گلدسته های حرم حضرت سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام و گنبد مقام صاحب زمان ارباح نافده در کربلای معلا و قسمتی از کار گنبد امیر علیه السلام بیانگر این حقیقت است که سطح کاری کادر بومی عراق در حد بین ملل است. مهندس از سایق ضمن اشاره به حفظ شکل و شمایل قدیمی این گنبد در پروژه کلی توسعه مسجد معظم سهر ادامه داد مقام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه یکی از هفت مقامی است که در مسجد سهر قرار دارند به افزود این مقام در میان زل جنوبی مسجد سهله واقع شده و دارای گنبدی به قطر 11 متر و 48 سانت و ارتفاع 12 متر از خارج است و ارتفاع آن از داخل مقام 8 متر و 85 سانت می باشد. رئیس بخش مهندسی آستان مقدس عباسی گفت در مرحله اول یک سازه آهنین فلزی به صورت مشبک دور تا دور این گنبد ساخته و نصب می شود و سپس به منظور حفاظت از سازه فلزی در مقابل رطوبت آن را با مخلوط سیمان و ماسه می پوشانیم و بعد روکش کاری را با استفاده از کاشی های معرق و تلاکاری کربلایی آغاز خواهیم کرد. به افزود در این بعد مقدار 21 کیلوگرم طلا برای روکش 80 متر مربع و 200 متر مربع کاشی ممتاز کربلایی از نوع معرق که درصد طلاکاری شده استفاده می شود. شاین ذکر است کاشی کربلایی دارای ابعاد و زوایایی متساوی آی غاز و رطوبت و با قابلیت جذب آب و دارای رنگهای مختلف و چشم نواز است که از لحاظ استحکام نیز در نوع خود کم نزیر است.